سلام، وقت همگی بخیر. پیشواز بهار یکی از زیباترین سنت‌های نوروزیه. باید فضا رو مهیا کرد، باید خونه رو آب و جارو کرد، باید پیکر شهر رو از غبار سال کهنه پاک کرد و آماده شد، باید ارج و قرب فرارسیدن بهار رو به جا آورد. این رسم زیبای پیشواز فقط مخصوص بهار طبیعت نیست. برای استقبال از بهار آزادی هم باید آستین بالا زد و آماده شد. کانون‌های شورشی در میهن اسیر ما از مدت‌ها قبل به پیشواز بهار آزادی رفتند. به همه اونهایی که از دور و نزدیک دستی در این رسم خوشایند دارند و برای استقبال از بهار آزادی در خاک سرمازده ایران کار می کنند، درود می فرستیم و باز هم فرارسیدن نوروز رو بهشون شاد باش می گیم.
محسن جان. Okay.
با این وسیله آشنا هستین؟ به نظرتون چیه؟ ممکنه سپرهای جنگی در دوران باستان به ذهن برسه، اما نه، این سپر نیست، این یه سازه، سازی با صدای فانتزی و جالب. بهش میگن هنگ یا هندپن. این ساز صدای نرم و گرم داره و جزو سازهای خودصدا به حساب میاد. سازهای خودصدا به سازهایی میگن که بدنه ساز ایجاد صدا میکنه و نه از سیمهای متصل به اون. این ساز در سال 2000 در برن سوئیس اختراع شد. مخترع اون فلیکس رونر و سابینا شارر بودن. به عبارتی این ساز یکی از سازهای هزار سوم به حساب میاد. خالق ساز حاصل سالیان سال تحقیق مستمر درباره سازهای مانند استیلپنه. این ساز از دو نیم پوسته از جنس ورق فولاد نیتریت که لبه هاشون به هم چسبیدن ساخته شده. این فضای خالی بین دو پوسته باعث میشه نیمه بالای ساز که قطرش 58 سانتیمتره از مطلوب ترین رزونانس و تون ممکن برخوردار باشه. طرف بالای ساز بسته به اینکه چطور نواخته بشه میتونه مثل چنگ، بلز یا استیلپن هارمونیک صدادهی داشته باشه. بخشای ملودیک به صورت دستی چکشکاری میشن و معمولاً شامل 10-12 نوت هستن. نوت مرکزی روی ساز صدایی به مراتب عمیق‌تر داره. این ساز رو میشه هم روی پا و هم روی پایه چوبی قرار داد و نواخت. در این قسمت از برنامه یک دو نوازی زیبا از این ساز رو براتون در نظر گرفتیم. خیلی وقتا جوانای دهه 60 تو فضای مجازی یه عکسایی از قدیم میذارن که همه باهاش خاطره دارن. مثلا پاکن‌های دو رنگ که طرف قرمزش مداد پاکن بود و طرف آبیش برای پاک کردن خودکار. هرچند که تا کاغذ رو سوراخ نمی‌کرد خودکار پاک نمی‌شد. یا مثلا لیوان تاشو برای مدرسه. یکی دیگه از نوستالژی‌ها که عکسش از فضای مجازی سر در آورده کوپن بود. کوپن با صفحه‌های طولانی، اما به همت نظام ولایت فقیه و سیاست‌های اقتصادیش کوپن دیگه نوستالژی نیست. چندی پیش کمیسیون تلفیق مجلس ارتجاع با کوپنی شدن کالای اساسی موافقت کرد. یکی عکس کوپن رو گذاشته بود و زیرش نوشته بود درسته که به عقب برنمی‌گردیم، اما فراموش کردیم سیو یعنی ذخیره کنیم و حالا روز از نو و روزی از نو. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دل دار می آید. برون شو ای غم از سینه که لطف یار می آید، تو هم ای دل ز من گم شو که آن دل دار می آید. نگویم یار را شادی
که از شادی گذشت از تو مرا از فرط عشق اود شادی آر می آید برو ای شکر که نعمت زهد شکر بیرون شد نخواهم صبر گرچه او گهی هم کار می آید برون شد ای غم از سینه که لطف یار می آید تو هم ای دل ز من گم شو که آن دل دار می آید یار می آید مسلمانان مسلمانان مسلمانی به سرگیری که کفر از شرم یار من مسلمان بار می آید برون شد ای غم از سینه که لطف یار می آید تو هم ای دل ز من گم شو که آن دل دار می آید نگویم یار را شادی که از شادی گذشت از تو مرا از فرط عشق اود شادی آر می آید در و دیوار این سینه همی در رفتم بوهی که اندر در نمی گنجد پس از دیوار می آید برون شد ای غم از سینه که لطف یار می آید تو هم ای دل ز من گم شو که آن دل دار می سینه که لطف یار می آید تو هم ای دل به من گم شو که آن دل دار می آید بی‌اعتنایی نسبت به پیرامون و موضوعات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک عادت نکوهیده است. بی‌تفاوتی اجتماعی و وضعیتی که هر فرد در رابطه با خودش، دیگران و جامعه به اشکال مختلف احساس بیتوجهی، انزوا و دلمردگی میکنه میتونه ضرر و زیانهای زیادی داشته باشه. در مواردی شخص بیتفاوت اونقدر درگیر مسائل شخصی خودشه که اصلاً پیرامونش رو نمیبینه و در بسیاری موارد شخص بیتفاوت احساس میکنه که کار چندانی ازش ساخته نیست. اما واقعیت چیه؟ واقعیت اینه که تک به تک ما در برابر پیرامونمون مسئولیم. در برابر ظلم و ستمی که میبینیم مسئولیم. در مقابل نابرابری‌های اجتماعی مسئولیم. اگر همت کنیم خواهیم دید که چه کارهایی که از ما ساخته نیست. نه تنها خودمون بلکه میتونیم دیگران رو هم در برابر این همه دردی که در جامعه وجود داره مسئول و دردمند کنیم. فقط کافیه دستمون رو از جیبمون بیرون بیاریم و دست به کار بشیم. بخش بعدی برنامه‌مون انیمیشنیه در همین رابطه.
آن که در نگاهش بهاری نهفته دارد، چشمانش زیباترین پنجره‌های آشنایی‌اند. دست‌هایت را لبریز کن و شعرهایت را برای آن که در تو تفسیر می‌شود بخوان. آن که در نگاهش بهاری نهفته دارد، قلبش را به آفتاب هدیه کرده است. با بهترین آرزوها برای همه اونهایی که در نگاهشون بهاری نهفته دارند، تا دیداری دیگه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.